با سلام و درود به سرویس خبری این ساعت و شبکه جهانی هزار آورد با من بلقیس بهار و همکارم لاله رحمانی خوش آمدید. سرخط اخبار: روایت های دو مهاجر افغان از تیراندازی نیروهای نظامی ایران بر آنان در مرز و سکوت امارت اسلامی. فرمان شماره 3 امیرالمؤمنین مولانا شیخ الحدیث شریف وطن دوست. عارف رحمانی میگوید افغان ها مواد مخدر را در پوشک بچه و پاکستان قاچاق می کنند. آتش زدن جنگل های یک کوه در پنجشیر توسط گروه طالبان. جنرال مبین ایران را برای کشتن مهاجرین افغان آفرین گفت. حمله جبهه آزادی به دفتر والی طالبان در قندوز. رهبران پاکستان و چین خواستار ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان شدند. و کمک 75 میلیون دلاری ایلان ماسک به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ. مشروعی اخبار: سازمان حقوق بشر ایران حال وحش گزارش داده که نیروهای مرزی این کشور بر مهاجران افغان که قصد ورود به ایران را داشتند تیراندازی کرده و 260 نفر را کشتند. تا کنون امارت اسلامی در این مورد اظهار نظر نکرده است. جزئیات بیشتر را در ویدیو می توانید بیننده باشید. این برار ما به کلکان ممز کلکان کمین خوردیم. 300 نفر بودیم، یارو 270 80 نفر کشته شد و شهید شد. شاید هم تقریبا 50 تا 50 نفر 60 نفر زنده برشید و باش دیگر هم شهید شد بیچارا. در رفیقای من میارو تقریبا 11-12 کشته شد. دیگال بیا منو به نمایندگی اونا رو باورن رو به راد بردن. بعضی زخمی، بعضی کشته، بعضی تپی. هباش باز می بیام هم انشالله بازیم انشالله بازم نیم. خیلی چی گفت پای؟ یه از پاره روز تا بالا میشه. یه پاره پرم شب، پرم شب بوده فکرم. پیش پرم شب. پیش پرم شب بوده نه تو را می آمادم. نه به مو چیز. رای کلگان که میگم الان رای کلگان تیم داره نمیجو که من خورده شد تیرباران کرده یعنی تو فقط 60 نفری در رفته دیگهش کلن 240 تا دیگه. فرمان شماره 3 امیرالمؤمنین مولانا شیخ الحدیث شریف وطن دوست افغانستان را در گزارش ویدیویی ما دنبال کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان شماره 3 امیرالمؤمنین: فرمان میتم که از این بعد هیچ کسی حق استفاده کردن از بشکه زرد نداره. هیچ شهروند افغانستانی نمیتونه که از بشکه زرد استفاده بکنه و بعد دولت و اعضای کابینه دستور میتم که هیچ تجار ملی حق وارد کردن روغن هایی که در بشکه های زرد است داخل افغانستان را نداره و هر کسی که بشکه زرد داخل افغانستان وارد بکنه مالش ضبط و خودش مورد پیگرد قانونی قرار بگیره و شهروندای افغانستان نمیتونه که از بشکه زرد به خاطر آب آشامیدنی هم استفاده بکنه، به خاطر که بشکه زرد مایه سرفگنی و مایه ننگ برای افغانستان شده. بشکه زرد به خاطر تخریب زیربناهای افغانستان استفاده شده، به خاطر تخریب پلچک، سرک، مکاتب و گرفتن جانهای انسان بیگناه از این بشکه زرد استفاده شده و هزاران خانواده، هزاران طفل بی سرپرست شده، بی پدر شده، زنها بیوه شده. این بشکه زرد بوده که خون انسانهای بیگناه را در شفاخانه طفل نوزاد که تازه به دنیا آمده بود توسط این بشکه زرد گرفته شده و این این بشکه زرد باعث شده که دنیا با مردم افغانستان پشت بکنه. از این بعد و بعد از این فرمان هیچ کسی حق نداره که از بشکه زرد استفاده بکنه. اگر در دست هر شهروند افغانستانی بشکه زرد دیده شوه توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به پنجه قانون سپرده میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و من الله توفیق.
افغانها مواد مخدر را در پوشک بچه به پاکستان قاچاق می کنند. ما اگر به خواست منظور پشتون مرزها را باز بگذاریم، مواد مخدر همه پاکستان را فراخواهد گرفت. یعنی که دولت پاکستان باز کردن مرزها که یکی از خواستهای منظور پشتون است را در دستور کار ندارد. و البته به نظر من اقدام دولت پاکستان در انسداد مرزش با افغانستان اقدام کاملا درستی است. هر کشور دیگر هم بود همین کار را می کرد. منابع محلی در پنجشیر به هزار آورد میگویند که طالبان جنگل‌های یک کوه را در این ولایت آتش زدند. آتش سوزی در کوهی در روستای تنبنه ولسوالی دره از ساعت 1 پس از چاشت روز سه‌شنبه 24 میزان آغاز و برای چندین ساعت ادامه پیدا کرده است. منابع می‌افزایند که این آتش سوزی شامگاه سه‌شنبه از سوی باشندگان محل خاموش شده است. بر روایت منابع طالبان به دلیل نگرانی از تهدیدات امنیتی و با شدن ساحه دیدشان دست به این اقدام زدند. طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. جنرال مبین، یک چهره طالبان، با اشاره به کشته شدن ده‌ها مهاجر افغان در تیراندازی نیروهای مرزی ایران گفت که جمهوری اسلامی انتقام اسرائیل را از مهاجران افغان میگیرد. آفرین. او جمهوری اسلامی را حکومت وحشی خوانده است. مبین در حساب کاربری خود در صفحه ایکس نوشته است که حکومت ایران بیش از 300 افغان بیگناه را کشته است. این چهره طالبان گفته است مسئول کیست و چرا مهاجرین کشته شدند و چه جرمی؟ هیچ کس از آنها نمیپرسد. مبین پس از تسلط طالبان بر افغانستان سخنگوی پلیس این گروه در کابل بود. او گفته است ایران این تحفه را برای وزیر مهاجرین طالبان تقدیم کرد. آیا به این همسایگی میگویند؟ اشاره مبین به دیدار خلیل رحمان حقانی است که روز گذشته با نماینده ویژه رئیس جمهور در امور ایران در کابل دیدار کرد. جبهه آزادی افغانستان از حمله بر دروازه ورودی دفتر والی طالبان در قندوز خبر داده و گفته است که در این حمله 4 عضو طالبان کشته و 2 عضو دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه افزوده است که نیروهای شام امروز سه‌شنبه 24 میزان عملیاتی را بر قراول مقام ولایت قندوز انجام داده است. ساعتی پیش از وقوع انفجار در این ساحه گزارش شده بود. رهبران پاکستان و چین خواستار ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان شدند. نخست وزیر پاکستان و چین در بیانیه مشترک ضمن تاکید بر از بین بردن تمام گروه‌های تروریستی در افغانستان خواستار ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان شدند. در این بیانیه مشترک هر دو طرف ضمن خواست ایجاد حکومت فراگیر، اتخاذ سیاست‌های معتدل و تعقیب سیاست حسن همجواری را نیز و طالبان افغان توصیه کردند. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که طالبان به تکرار می‌گویند که رژیم میشن فراگیر است و هیچ گروه تروریستی خارجی تحت حاکمیت این گروه فعالیت ندارد. و خبر اخیر این که ایلان ماسک مالک شبکه ایکس، شرکت تسلا و ثروتمندترین فرد جهان به تازگی نزدیک به 75 میلیون دلار را به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ کمک کرده است. این کمک ها از طریق کمیته اقدام سیاسی در 3 ماه اخیر سال جاری صورت گرفته است. کمیته اقدام سیاسی پیش از این نیز بیش از 96 میلیون دلار برای حمایت از ترامپ و حدود 10 میلیون دلار برای کمک به جمهوری خواهان در انتخابات کنگرس هزینه کرده بود. ایلان ماسک که در گذشته از دموکرات ها حمایت میکرد در مصاحبه انتخابات 2024 را به عنوان آخرین امید برای دموکراسی ایالات متحده توصیف کرده و نسبت به تبعات عدم موفقیت ترامپ هشدار داده است. تغییر موضع ماسک به سمت سیاست های راستگرا و انتقادات او از جو بایدن و کاملا هریس توجه زیادی را به خود جلب کرده است. ممنون از همراهیتان. تا بعد، خدا نگهدار.